مشاور امنیت ملی افغانستان محمد حنیف اتمر در مصاحبه با آسوشیتد پرس هشدار داد داعش در کنار گروه‌های ستیزجوی اسلامی اکنون یک تهدید جدی متوجه افغانستان محسوب می‌شود و کشورش بار دیگر در آستانه تبدیل شدن به محل امن ستیزجویان است. وی خواستار حمایت نظامی ایالات متحده و ناتو برای بیرون راندن آنها از کشورش شد. آنها ارتباطات نهادین محکم با داعش برقرار کردند و داعش تامین مالی، فرماندهی و کنترل آنها را به عهده دارد و برای آنها استراتژی تعیین می‌کند. هشدار آقای اتمر در پی آن صورت می‌گیرد که پرزیدنت اوباما نیمه ماه جاری اعلام کرد حدود 10,000 نیروی آمریکا در بیشتر طول سال آینده در افغانستان همچنان باقی خواهند ماند. من تصمیم گرفتم موضع کنونی حضور 9800 نیروی آمریکایی در افغانستان را طی سال 2016 حفظ کنیم. مأموریت ما تغییر نمی کند. نیروهای ما به پیگیری دو وظیفه آموزش و تعقیب القاعده ادامه خواهند داد که فرصت تقویت نیروهای افغان را فراهم سازیم. آقای اوباما به وضعیت شکننده امنیتی در افغانستان و ظهور دوباره طالبان اشاره کرد. آقای اتمر گفت القاعده، طالبان، داعش و شبکه حقانی در شکل‌گیری به یکدیگر می‌پیوندند و از خارج حمایت مالی می‌شوند. طالبان در اواخر ماه گذشته برای نخستین بار از سقوط طالبان در سال 2001 به این سو شهر مهم قندوز را تصرف کردند که نشانگر ضرورت حمایت مستمر آمریکا و ناتو از نیروهای افغانستان بود. طالبان پس از آن شهرها و گوشه‌های مختلف کشور را در لشکرگاه در هلمند جنوبی، میمنه در مرکز ولایت شمالی فاریاب مورد تهدید قرار دادند. ظهور دوباره ستیزجویان در افغانستان زمینه باروری برای آمدن گروه‌های تروریست از پاکستان و دیگر کشورها و تبدیل افغانستان را به امنگاه آنها فراهم کرده است. مشاور امنیت ملی افغانستان از مقامات پاکستان خواست نفوذ خود بر طالبان را به کار گیرند. لطفاً از نفوذ خود برای بازداری آنها از ارتکاب این جنایات شنیع و کشتن مردم و ترور در اینجا استفاده کنید و به رئیس جمهوری اشرف غنی فرصت پیگیری صلح و آشتی بدهید. آقای اتمر افزود ما نمیتوانیم تا زمانی که طالبان کودکان ما را میکشند با آنها به مذاکره بنشینیم. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.